اما چنان که مسعود گفته است ثابت شد که دعوای سنگین و خونین مالکی با اشرف و مجاهدین نه بر سر حاکمیت عراق بلکه بر سر حاکمیت رژیم ولایت فقیه در عراق است. دوستان عزیز، این روشن است که دولت عراق برای کشتار مجاهدان اشرف از خامنه‌ای دستور می‌گیرد. اما مسئولیت دولت آمریکا در این زمینه غیر قابل چشم‌پوشی است. همچنان که چند روز قبل در کنگره آمریکا در یک استماع دو حزبی قانونگذاران تصریح کردند که دولت آمریکا در مورد حفاظت ساکنان اشرف به طرز فاحشی نقض عهد کرده است. حفاظت اشرف را به حکومتی واگذار نمود که می‌دانست نسبت به مجاهدان اشرف دشمنی دارد. در جلسه استماع کنگره فیلم‌های مستندی پخش شد که به روشنی نشان می‌داد که در حمله مرداد 88 نیروهای آمریکایی از نزدیک شاهد کشتار مجاهدان اشرف بودند، اما طبق دستورات مافوق خود از دخالت خودداری کردند. در حمله 19 فروردین نیروهای آمریکایی لشکرکشی عراق را به چشم دیدند، اما ساعتی پیش از وقوع کشتار اشرف را ترک کردند. آمریکا از انتقال مجروحان به مراکز درمانی آمریکا اجتناب کرد. سپس هیئتی از ارتش آمریکا از اجساد شهیدان و شمار زیادی از مجروحان بازدید کرد، اما وزارت خارجه مانع انتشار گزارش این هیئت شد. نقض عهد آمریکا فقط در این زمینه نبود. متاسفانه در 9 ماه گذشته دولت اوباما طرح پارلمان اروپا برای بازسکان ساکنان اشرف را با مانع روبرو کرد و با اصرار بر یک جابجایی بدون حفاظت زمان زیادی را به هدر داد. هیچ فراخوانی برای لغو ضرب العجل سرکوبگرانه دولت عراق منتشر نکرد و در پاسخ سوالها و اعتراضهای مکرر نمایندگان کنگره و سنا تنها به قولهای پوچ دولت عراق تکیه کرد و به بهانه حاکمیت او میدان داد. وانگهی در حالی که دولت عراق بارها و بارها حمله به ساکنان اشرف را با استناد به نامگذاری تروریستی مجاهدین توسط آمریکا توجیه می‌کند، دولت اوباما حسب این نامگذاری نامشروع را به تعویق می‌اندازد. تردیدی نیست که اگر ایالات متحده به حد اقل تعهدات بین المللی و مسئولیت اخلاقی خود در قبال اشرف عمل کرده بود، دولت عراق تا این پایه در فاجعه آفرینی دست باز پیدا نمی کرد. اجازه دهید باز هم یادآوری کنم که ساکنان اشرف برای هر گزینه ای آماده اند جز تسلیم و نابودی. در جلسه اخیر شورای امنیت نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در عراق خواستار حفاظت جانهای به خطر افتاده ساکنان اشرف شد. علاوه او تأکید کرد که هر راه حل عملی باید توسط دولت عراق و هم ساکنین کمپ اشرف مورد قبول باشد.